حاکمه حمید نوری از دشخیمان قتل عام 67 در سوئد، چهارشنبه سوم فروردین 1401. گزیده ای از ادای شهادت شادی صدر، کارشناس حقوق بین الملل و از مسئولین سازمان عدالت برای ایران درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. قسمت آخر. یا du är ju utbildad jurist har vi hört. Vi har förstått att i Iran så har det då funnits två särskilda brott, nämligen krig mot Gud och korruption på jorden. Ma az qawanin Iran shenidim ki do ta jurm kheli mohem hast, yekish moharebe hast, yekish ifsad fil arz. Kan du beskriva vad det är för brott? بگید اینا چه جور جرمایه، توضیح بدیم برامون. حتما. فقط قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، فکر میکنم در یک مورد من احتیاج دارم که یه موضوعی رو روشن بکنم که از صحبت صحبم باقی مونده بود، چون ظاهرن تو ترجمه هم یه اشکالی پیش اومده بود. من اشاره کردم به اینکه ما دو سری مصاحبه انجام دادیم برای تحقیقاتمون در مورد کشتار 67. سری اول توسط عدالت برای ایران و عمدتاً با زندانیان سیاسی چپ بود. سری دوم بیش از 50 مصاحبه بود که به همراه عفو بین الملل در تیرانا در آلبانی انجام دادیم و با زندانیان مجاهد و همینطور خانواده های کشته شدگان مجاهد. در خصوص دو جرم محاربه و افساد فلعرز، پیشینه ورود این دو جرم به قوانین جزایی ایران برمیگرده به پس از انقلاب سال 1357. تا قبل از اون در واقع قوانین جزایی ایران قوانینی هستش که تا حدود زیادی سکولار هست و برگرفته از قانون جزایی فرانسه. با روی کار اومدن روح الله خمینی و طرفدارانش به عنوان قدرت بلا منازع سیاسی بعد از انقلاب 57، یکی از اولین قوانینی که مورد اسلامی شدن قرار گرفت و تغییر کرد قوانین مجازات بود. در واقع یکی از اولین دستوراتی که توسط خمینی صادر شد این بود که قوانین ایران به خصوص در دو حوزه خانواده و مجازات باید هرچه زودتر اسلامی بشن و مطابق فقه شیعه. اما این دو عنوان مجرمانه محاربه و افساد فلعرض که هر دوتا معمولا با هم استفاده می شد، حتی پیش از اسلامی شدن قوانین جزایی توسط طرفداران خمینی در دادگاه های انقلاب برای محکوم کردن متهمین به اعدام استفاده شد. جامعه ایران برای اولین بار این دو اصطلاح رو در بهمن و اسفند 1357، یعنی در فوریه و مارچ 1979، در مورد احکامی شنید که علیه مسئولان حکومت شاه صادر شده بود. چندین تن از مقامات حکومت شاه با اتهام محاربه و افساد فلعرض در توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند. باید توجه داشته باشیم که در اون زمان ما یک قانون مجازات عمومی داشتیم که قانون حاکم بر کشف، و در اون قانون راجع به محاربه و افساد فلعرض چیزی نیومده بود. بنابراین دادگاه‌های انقلاب بر اساس رساله روح الله خمینی این افراد رو به محاربه و افساد فلعرض متهم و بعد به اعدام محکوم می‌کردن. این وضعیت تا سال 1963-1362 وجود داشت که در اون سال قانون حدود قصاص از مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اونجا محاربه با این عنوان تعریف شده که هر کسی که به قصد
برهم زدن نظم عمومی یا ایجاد ناامنی در جامعه یا سلب آزادی های مردم دست به اسلحه ببره، محارب هست و مجازاتش یا اعدام هست یا قطع عضو. Får jag fråga då, personer som till exempel satt fängslade i Gohar Dasht, var de dömda för den här typen av brott? یه سوالی از شما می‌خواستم بکنم. این افرادی که محکوم شدن دارن دوران محکومیتشون رو در زندان گوهردشت می‌گذرونن، آیا اونا به یه همچین جرمی میشه اونا رو متهم محکوم کرد یا چجوره؟ در کنار قانون حدود و قصاص که راجبش صحبت کردم که جرم محاربه و افساد فی‌الارض رو تعریف می‌کنه، یک قانون دیگه‌ای وجود داشت که در سال 1982 یعنی 1361 تصویب شد به عنوان قانون صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب. در این قانون فهرستی از جرائمی که دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب نسبت بهش صلاحیت رسیدگی داشتن ذکر شده بود و محاربه و افساد فی‌الارض اولین عنوان مجرمانه در اون قانون بود. دن پرووردس آف رولوشونسدومستولن. پس این جرم، همین جرم محاربه و افساد فی‌الارض، از طرف دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و قضاوت قرار گرفت. بله دقیقا، و تقریبا فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق، شاید همه 100% کسانی که در سال 67 در زندان گوهردشت بودن توسط دادسراها و دادگاه های انقلاب تعقیب و محاکمه شده بودن و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محکوم به حبس شده بودن. و ای ایرانسک فنگلسر سم گوهردشت، hur behandlade man de här fångarna? Var det till exempel förekomde tortyr så vitt du vet? Men där zindana i Iran, zindani mesel Gohardash, ba zindani ha chur raftar mikardan? Aya shikanje ham vujud dasht to in zindan ya na? بر اساس اون اطلاعاتی که ما از مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق به دست آوردیم ثابت میشه که شکنجه به شکلی گسترده و به شکلی سیستماتیک و به شکلی هر روزه، چه در مراحل اولیه بازجویی و چه بعدن وقتی که زندانیان محکوم بودن استفاده میشد. ویتوم ده فرکومی گوهردشت، گوهردشت منظورم بود، تو گوهردشتم بود شکنجه؟ در مورد زندانیانی که محکوم به حبس بودن، در واقع شکنجه یکی از اشکال تنبیه زندانیان بوده در مواردی که از اون خواستهای مقامات زندان سرپیچی میکردن، از جمله در زندان گوهردشت. شکنجه به اشکال مختلف در زندان گوهردشت گزارش شده توسط زندانیان مختلف، از کتک زدن به شکل فردی یا کتک زدن‌های جمعی، قرار دادن زندانیان در یک راهروی از ساخته شده توسط زندانبانان و نگهبانان و کتک زدن اونها در حالی که داشتن از این راهروی انسانی رد می‌شدن، تا قرار دادن زندانیان در اتاق‌های کوچیک، تعداد زیادی زندانی در اتاق‌های کوچیک و بستن همه منافذ هوا در به مدت بسیار طولانی، در حدی که زندانیانی که در اون اتاق بودن احساس خفگی بکنن و تا حد مرگ پیش بره. Och då undrar jag vem eller vilka i ett fängelse som till exempel Gohardasht kunde fatta beslut om att en person skulle utsättas för tortyr eller misshandel. حالا می‌خواستم از شما سوال کنم که چه کسانی یا چه کسی از کارکنان، پرسنل، اولیای زندان میتونه دستور شکنجه، اینو بزنین، اونو بگیرین، اونو ببندین، کی میتونه، کیا میتونن این همچین فرمونایی بدن؟ در مورد زندان گوهردشت در دوره‌ای که منتهی شد به کشتار 67، در واقع از نظر قانونی دو مقام متفاوت وجود داشته که هر دوی اونها ممکن بوده بتونن از بالا دستور شکنجه زندانیان رو صادر بکنن. یکی رئیس زندان بوده که مسئول برقراری نظم و امنیت داخل زندان بوده، و یکی دادیار ناظر زندان که در واقع نماینده دادستان انقلاب در زندان گوهردشت بوده و مسئولیت اصلیش نظارت بر اجرای احکام حبس و صدور دستورات قضایی در مورد زندانیان بوده. و منظورم از دستورات قضایی دستوراتی که ماهیت قضایی داشتن، مثل اعطای مرخصی به زندانیان یا اعزامشون برای درمان به بیمارستان‌های خارج از زندان. در زمان
کشتار 67، اما یک وضعیت خاصی در زندان گوهردشت بوده که این دو مسئولیت رو یک نفر به عهده داشته، محمد مقیسه که به عنوان ناصریان شناخته می شده. اوکی، هده ناصریان نوگون میدهلپره اله بیترادنده؟ ناصریان مشاوری، معاونی، چیزی داشته به نظر شما اون موقع یا نه؟ یه نکته رو باید بگم، البته ناصریان رئیس زندان نبوده، ناصریان سرپرست زندان بوده، یعنی اکتینگ دایرکتور بوده و همینطور در این حال دادیار ناظر زندان بوده. اوندرای ام ده وار نوگون ایتلیگره وی سیدن آو ناصریان سم کونده بستمم. به غیر از ناصریان کسی دیگه هم بود که بتونه تصمیم بگیره که کی شکنجه بشه؟ بله، به دلیل اینکه اون اطلاعاتی که ما به دست میاریم از شرایط داخل زندان اینه که همونطور که گفتم شکنجه جزء روزمره ی زندگی زندانیان و مقاماتی پایین تر از ناصریان که یا به عنوان دستیار اون بودن یا اداره امور زندان رو در جاهای مختلف بر عهده داشتن میتونستن خودشون شخصا یا اینکه به پاسدارها و نگهبانها دستور بدن که زندانیان رو به اشکال مختلف شکنجه کنند. Alltså de personerna kunde personligen ge order eller också ge order till de här pastorer, fångvakterna att tortera fångarna. همونطور که در مورد مصاحبه در مورد شهادت مجید صاحب جان و حسن گلزاری میبینیم، حمید عباسی یکی از کسانی بوده که در موارد که شهادت این افراد میدن دستور شکنجه و خودش هم در واقع در اجرای شکنجه دست داشتن. اوکی، تکس میکی. بله خب، مرسی. در مورد فتوا من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین باری که این فتوا به شکلی که امروز میبینیم و در گزارش عفو بین الملل هم ترجمه و هم تصویری از اون هست در کتاب خاطرات منتظری. منتظری در زمان کشتار 67 قائم مقام روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بوده. و دو اندره یا utifrån den kunskap du har fått genom dina studier av den här händelsen. Känner du till om det finns några tveksamheter att det är just Khomeini som har utfärdat den här fatvan? Rosako salam beporsam Saleman inne ba tavajjuh be hame in malumati ke dari o shenidi o khundi jay shak o shubhe hast ke in Khomeini nabashe ke sader karde in fatva ro. من فکر میکنم جای هیچ تردیدی نیست که خمینی این فتوا یا این حکم رو صادر کرده. دلیل این که این فتوا در کنار توضیحات بسیار مفصلی که در کتاب خاطرات منتظری در مورد روند صدور این فتوا و همینطور اتفاقاتی که در اون زمان در زندان‌های مختلف می‌افتاد. Vet du om det finns det något formkrav på hur en fatwa ska se ut? و از لحاظ قانونی آیا شرایط قانونی وجود داره که یک فتوا باید به چه شکل و به چه صورتی باشه؟ در واقع استدلال دوم من برای این که اعتقاد دارم به این که این فتوا توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر شده دقیقا همینه که ناظر به موضوعی هست که بدون تصمیم گیری در بالاترین سطح حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که به اون شکل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده رهبر ولی مطلقه فقیه هستش، یعنی در واقع بالاترین مقام سیاسی و مذهبی در جمهوری اسلامی رهبر هست. و واید و اینبادن آف دن هر فتفن و مفهوم محتویات این فتوا چیه؟ منظورت اینه که از نظر ماهیت چی هستش؟ با معنا رو از سفر بسکفنهت eller den här fatvan som Khomeini då utfärdade 1367 om vi säger så här då, riktade den sig mot någon specifik grupp? نه، منظورم اینه که این فتوا 1367 صادر شد. آیا نسبت به گروه خاصی صادر شده؟ فتوا به طور مشخص از کلمه منافقین استفاده میکنه که در اون زمان اصطلاحی بود که مقامات جمهوری اسلامی برای اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین و وی دن تیدپونکتن سو ده هر ترمن انوندس آو
de här islamisterna inom islamisk republikanska mot mujahedin. Mujahedin. Så den riktade sig mot mujahedin. Ja, ni bemannade det med skjebygge ke bale in nesbat be mujahedin bude. Bale. Ja. Och vad blev så att säga konsekvensen för mujahedin? Avaqib in baraye mujahedin chi shod? در واقع فتوا یا اونجوری که من برداشت میکنم ازش این حکم ولایی یا حکم حکومتی صادر شده و در واقع خطاب دستوری هست که خطاب به یک سری از مقامات مشخص داده شده که اونها در زندان با زندانیانی که مجاهد هستند و یعنی به اتهام هواداری یا عضویت در سازمان مجاهدین دستگیر شدن و دارن مدت حبسشون رو میگذرونن مصاحبه کنن، بازجویی کنن و به این نتیجه برسن که آیا اونها هنوز سر موضع هستند یا و اون دسته از زندانیانی که سر از نظر این افراد این مقامات مشخص شده در فتوا هنوز سر موضع هستند رو حکم اعدامشون صادر کنن. و sen så nämnde du att det av fatvan följde att man skulle bli så att säga prövad, tillfrågad olika frågor och prövad. خب گفتی اینا و گفتی هم که خب طبق این فتوا به این دستور باید بررسی میکردن افراد و ازشون سوال میپرسیدن به این نحو بررسی میشدن. Skulle du utifrån din kunskap som jurist säga att den prövningen motsvarade kraven på en rättvis rättegång? خب با توجه به اینکه تو وکیل هستی از اون تجربت بخوای استفاده کنی آیا این شرط تحققی که یک به اصطلاح زندانی داشت این درست بود تو زندان بابت همین سوال بپرسن و بعد محکوم بشه دو تنکی ها utifrån så att säga iransk gällande lag اون موقع منظورم اینکه برگردی به قانون ایران که اون موقع صدق میکرد دقیقا حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در اون زمان کل این روند مجددن سوال کردن از زندانیان و تشخیص این که آیا سر موضع هستند یا خیر و بعد اعدام کسانی که سر موضع بودند کاملا خلاف خود قوانین جمهوری اسلامی در اون زمان När de här avrättningarna då hade ägt rum Har du någon uppfattning om vad de iranska myndigheterna hade för uppfattning om det? Var man öppen med det eller försökte man hålla det hemligt? خب حالا وقتی که مقامات ایرانی این کارو کردن اعدامشونو کردن آیا به طور باز و برای همه مشخص صحبتشون میکردن یا نه پنهانی بودش این کار پنهان میکردن تا جایی که از اسناد تاریخی در اون زمان برمیاد و همینطور شهادت هایی که خانواده های جان باختگان دادن ما و در واقع جان به در بردگان در بیرون از زندان بی اطلاعی محض حاکم بود ملاقات های هفتگی زندانیان کاملا قطع شده بود و خانواده های زندانیان نمیتونستن هیچ خبری از سلامت و وضعیت اونها برای ماها به دست بیارن در واقع برای چند ماه تمامی این هزاران زندانی در وضعیت ناپدید شدگی قهری به طور مطلق قرار داشتن همینطور دفن زندانیان به شکلی کاملا مخفیانه در بیشتر موارد به شکلی شبانه و همینطور که گفتم در گروه‌های جمعی صورت گرفت یا در گروه‌های این فرما و گروپر و این دوم هر ماسکراونا تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد پیکر زندانیان اعدام شده به خانواده هاشون هیچگاه تحویل داده نشد Skulle du säga att den iranska myndigheternas eller regeringens förhållningssätt till att det här skulle ha skett har det förändrats över tid? خب این موضع رژیم ایران حالا در از اون موقع فکر میکنی به نظر تو به مرور زمان عوض شده از اول که اونجوری میگفتن تا به حال در اولین موضع گیری های مقامات جمهوری اسلامی که به دلیل
افشاگری های برخی از سازمان های سیاسی و همینطور نامه هایی که عفو بین الملل نامه هایی که سازمان عفو بین الملل به مقامات و بر اساس اون اطلاعات که حاکی از وقوع اعدام های جمعی در ایران و ابراز نگرانی در مورد اونها بود، مقامات سازمان ملل نمایندگان جمهوری اسلامی رو در ژنو و همینطور در نیویورک در و در کشورهای مختلف مورد سوال قرار دادن. در اون زمان واکنش مقامات جمهوری اسلامی کتمان مطلق، یعنی اینکه انکار میکردن که اساساً اعدامی در زندان‌ها اتفاق افتاده و افرادی که سازمان‌های سیاسی یا فهرستی که توسط عفو بین‌الملل تهیه شده بود با اطلاعاتی که از سازمان‌های سیاسی گرفته بود ادعا میشه اعدام شدن، اینها در جنگ بین ایران و عراق و در همون عملیات فروغ جاویدان یا بعد در مرساد کشته شدن، یا در مورد زندانیان سیاسی چپ خیلی از موارد اسمهایی که بود توی اون لیست‌ها گفته میشد که اینها اساسا در زندان نبودن، یا حتی ادعا کرده بودن مقامات جمهوری اسلامی که این افراد در خارج از ایران هستند. بنابراین ما با چندین سال کتمان و انکار مطلق روبرو هستیم تا زمانی که تعداد بیشتری از جان به در بردگان از کشور از زندان آزاد میشن، از کشور خارج میشن و شروع میکنن راجع به خاطراتشون و همینطور تعداد بیشتری از خانواده ها شروع میکنن به ارائه اسناد و مدارک به نهادهای بین المللی، از جمله گواهی فوت هایی که جعلی هست و هم توش تاریخ اعدام و هم توش علت مرگ به شکلی در انکار اعدام هست. به این ترتیب ما با سالهای مواجه هستیم که اطلاعات عمومی چه در سطح جامعه ایران و چه در سطح جامعه بین المللی به دلیل افشاگری مدافعان حقوق بشر، سازمانهای سیاسی، جان به در بردگان و خانواده ها در مورد کشتار 67 بیشتر و بیشتر می‌شود. الان چجوریه؟ و بعد در واقع ما خاطرات منتظری رو داریم که یک سند تایید همه اون گفته های. بنابراین در این سال، یعنی در دوره بین سالی الان که داریم به سر میبریم، چند سال اخیر و سالهای بعد از کشتار، ما به یک دوره این وسط مواجهیم که عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی ضد و نقیض هست، چون دیگه نمیتونن انکار بکنن وقوع کشتار رو، دست به توجیهش میزنن و براش دلیل میارن. به عنوان مثال میگن این زندانیان در زندان شورش کرده بودن یا میخواستن در تداوم عملیات فروغ جاویدان اگه بتونن از زندان فرار بکنن مناطق حساس نظامی یا حکومتی رو اشغال بکنن، به همین دلیل مجددن محاکمه شدن و به ادامه. من لمر alternativa förklaringar idag. یعنی توضیحات گزینه میدن اینا واسه شون. توضیحاتی میدن که کشتار رو توجیه بکنه و غیر قانونی بودنش رو به زعم خودشون به یک امر قانونی تبدیل. Du nämnde ju också att vid sidan av Mujahedin så var det en del vänsteranhängare som avrättades. Och gofti där kenar Mujahedin ju edde ke tarafdar chap han budan edam shodan. Har du någon uppfattning om hur det kom sig? آگاه هستی که این جریانش چجوری شد؟ چرا اونا اعدام شدن؟ به دلیل اینکه تا امروز هیچ کس هنوز نتونسته که یک فتوای دومی رو پیدا بکنه که مربوط به اعدام زندانیان سیاسی چپ هست، هر نظری که من یا هر کس دیگه‌ای در این زمینه بده طبیعتاً تحلیل هست و نه بر اساس فکت. در سال اون اتفاقی که در سال 67 افتاد در واقع از ماها پیش و شاید حتی از یکی دو سال پیش زودتر یک مسئله عمده در نظام جمهوری اسلامی این بود که این زندانیان سیاسی چه مجاهد و چه شب رو چه کاری باید باشون کرد باشون، به دلیل اینکه اینها هزاران نفر فعال سیاسی مخالف بوده که به زودی با پایان یافتن احکام حبسشون به جامعه برمیگشتن و طبیعتاً به عنوان یک نیروی بسیار قوی بالقوه علیه جمهوری اسلامی میتونستن دوباره وارد عمل بشن.
Blev de också utsatta för frågor och en prövning på samma sätt som Mujahedin utifrån intervjuer som du har hållit? چپی ها الان با توجه به مصاحبه هایی که کردی از رو مصاحبه ها دارم میگم چپی ها آیا همون روش همون جوری بود از اونا هم سوال میپرسیدن درست همون کاری که با مجاهدین کرده بودن؟ زندانیان سیاسی چپ هم در واقع توسط یک هیئت‌های مشابه هیئت‌های به اصطلاح اون چیزی که ما امروزه میشناسیم به عنوان هیئت مرگ تحت سوال و جواب قرار گرفتن، اما سوالاتی که از اونا انجام میشد یک مقدار متفاوت بود و بیشتر ناظر بود بر این که آیا اینها مرتد هستن، یعنی از دین اسلام برگشتن دیگه مسلمان نیستن، یا چون بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر کسی مسلمان به دنیا اومده باشه و بعد از اسلام برگرده و مرتد بشه مرتکب جرم شده و باید اعدام بشه. در واقع به بیان دیگه میشه گفتش که با وجود اون وجود جرم ارتداد در قانون مجازات اسلامی شاید در مورد زندانیان سیاسی چپ اساسا نیاز به فتوا نبود، صرفا استناد به همون قانون کافی بود. Då skulle jag avslutningsvis bara vilja ställa lite frågor om att jag har förstått att du har haft kontakt med en svensk advokat. Då undrar jag med vem och varför. در خاتمه سوالم اینه که شنیدم که تو با یک وکیل سوئدی تماس داشتی، با چه کسی و چرا؟ به محض اینکه خبر بازداشت حمید نوری در سوئد رو ما شنیدیم، با توجه به اینکه این بازداشت در رابطه با موضوعی بود که برای سالهای سال در بارش کار کرده بودیم. Så fort vi fick höra att Hamid Nouri har blivit gripen, med tanke på att det här var faktiskt, det handlade om det ämne som vi under flera år arbetade med. تصمیم گرفتیم که اطلاعات و گزارش های خودمون رو به شکلی در اختیار پلیس و دادستانی که در حال تحقیق بود برسونیم. Bestämde vi att lämna våra rapporter och information som vi hade kommit åt under de här åren och som hade ju samlats och att det skulle komma till svensk polis eller åklagarmyndighets kännedom. در اون زمان من با سازمان با چند سازمان بین المللی که در زمینه صلاحیت قضایی جهانی فعالیت میکنن تماس گرفتم. Och redan då kontaktade jag några organisationer, såna här internationella organisationer som kan göra en bedömning om vilket land kan ta upp vilka saker, alltså som skulle gälla internationellt för andra brott som har skett utanför det landet. از جمله سازمان ترایال که در سوئیس هست. و بلند آنات ارگانیزاسیونن سوم ات ترایال سوم فینس ای شوئیس. از اونها پرسیدم آیا وکلایی رو که در سوئد در این پرونده های مربوط به اصل صلاحیت قضای جهانی تا به حال فعالیت کردن میشناسن یا نه. و ställde frågan om de kände några advokater som arbetar med såna här internationella behörigheter att ta upp såna här rätter. Och om de kunde ge några namn. و اونها یه لیستی رو در اختیار من از وکلا سوئدی قرار دادن که در اون لیست اسم خانم گیتا هدینگ ویبری، اگه تلفظش رو به سوئدی درست بگم، هم وجود داشت. و دو فیک یه لیست پا نام پا دوم هر ادوکاتر و ای دن لیستن فانس ام یا اوتالر رت گیتا هدینگ ویبری. و ما با ایشون تماس گرفتیم، جلسه با ایشون گذاشتیم. در اون زمان ایشون در مورد این پرونده خبری نشنیده بود و به اطلاعشون رسوندیم که این پرونده تشکیل شده علیه یک تبعه ایران. و کنتکتده بی هنه و پراتده بی هنه ام ده هر من هون هده اینت هرت ام ده هر بید دم تیت پونکتن و بی فرکلارده فر هنه و ده یلر. و ایشون مراجعه کردن به پلیس و دادستانی و متوجه شدن که در اون زمان افرادی که مشغول تحقیقات بودن در دادستانی مایل هستن که اسامی شاهدان بالقوه برای این پرونده رو و اطلاعات مربوط به اونها رو داشته باشن. اون کانتکتد پلیسن و اوکلاگرمیندیتن و دویسده سید بوده پلیسن و اوکلاگرمیندیتن و اینترسیرد
över den här lista, de här namnen, vittnena som vi hade ju samlat ihop. Och då undrar jag, den här listan då över namn, är det de personer som ni har intervjuat i ert arbete under åren 2015-16-17? اسامی همون اشخاصیه که شما روشون کار میکردین، مصاحبه بار کردین سال 2015-16-17، درسته؟ بله، لیست اول شامل کسایی که ما باهاشون مصاحبه کردیم. یا den första listan omfattar de personerna som vi har intervjuat. و بعد که مجدداً خانم گیتا با من تماس گرفتن و گفتن که آیا اسامی دیگری هم هست. Men senare kontaktade fru Gita mig en gång till och frågade om det finns andra namn. ما با افراد لیست اول تماس گرفتیم و از اونها خواستیم که اگر کسان دیگری رو میشناسن که از کشتار 67 جان به در بردن و در گوهردشت بودن اسمشون رو در اختیار ما قرار بدن که ما در اختیار دادستان قرار. با کنتکتده وی de personerna som fanns i den första listan som jag hade lämnat och frågade om de själva känner eller har kontakt med de här överlevare från 67 och i så fall om de kunde lämna namn och uppgifter till de personerna till oss som senare har lämnats till åklagarmyndigheten. Just det, så personerna på den andra listan har inte ni intervjuat? Pas afrodi ke tu liste dovom vujud daran az taraf shoma musahebe nashodan. در لیست B و C هر دو افرادی وجود دارن که در لیست B ما مشخص کردیم با علامت زرد که چه کسانی هستن که ما با اونها مصاحبه کردیم. زرد یعنی مصاحبه شدن، هایلایت شدن. ولی در لیست C هیچ کدوم از کسایی که در لیست C هستن ما باهاشون مصاحبه نکرده. در واقع برای اینکه روشن بکنم، به طور روشن بگم، در لیست A و همینطور افرادی که اسمشون در لیست بی اومده، همه در لیست بی هایلایت شده با علامت زرد، همه کسانی هستن که ما قبلا باهاشون مصاحبه کردیم. Jo, för att förtydliggöra det här, listan A, det är de personer som vi har intervjuat. Listan B, det som är gul markerad, highlight, det är de som vi har intervjuat. البته در لیست بی دو شاهد دیگه به اسم آقایان مشتبه اخگر و مسعود ایوبی راد هم بودن که متاسفانه در لیست ارائه شده به دادستانی به هر دلیلی از قلم افتادن. انتخاب کنید، اولیش فهمیدم مشتبه اخگر، دومی رو نفهمیدم. آقای مسعود ایوبی راد، مسعود اینا تو بی بودن، تو لیست بی بودن. بله، شاهد لیست بی مربوط به شاهدانیه که در آلبانی. نه مشخصه، همون که حرف، نه دو نفر مصاحبه نشدن یا شدن نفهمیدم. نه در لیست بی دو شاهد دیگه به اسم مشتبه اخگر و مسعود ایوبی راد هم بودن که توی لیست به دادستانی از قلم افتادن. افتادن. اوکی. از فرقه فن ادوکاتن لوئیس. ببینیم آقای وکیل لوئیس سوالش چی بود؟ یا اپار گوت فرگو. من یه چند تا سوال. Om jag förstår saken rätt så skiljer sig kanske Amnestys rapport, den här Bloods of Secrets, från andra utredningar som har gjorts. تا اینجا که من متوجه شدم این گزارشی که امنستی، تحقیقاتی که امنستی کرده تحت عنوان از اسناد آغشته بخون با سایر گزارش‌ها و تحقیق‌ها و اینا مثل که یه فرقایی داره، مال امنستی با بقیه فرق می‌کنه. Som jag uppfattar din berättelse så berättar nu om att ni har kunnat identifiera 23 olika fängelser och eventuellt 30 olika, om inte 60 olika begravningsplatser. چون جوری خود شما گفتین، گفتین ما 23 تا زندان مختلف و 30 یا حتی 60 تا اماکن گورای به اصطلاح جمعی رو شناسایی کردیم. یا هر یالا فال اینت ست سو اومفاتنده برفتس تیدر ایدین اوپفاتنینگ ات ات ارن چیلناد ملان امنستیز رپورت و تیدیگر اوتریدنگ. من که همچین اعداد و ارقامی نشنیده بودم قبلا. به نظر خود شما این گزارش، گزارش امنستی با سایر تحقیقات، گزارشات، پژوهش‌ها فرقی داره، متفاوته، یا نظر شما چیه؟ نکته اولی که
به نظر من در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل مهمه اینه که تا قبل از این گزارش که در 30 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 منتشر شد، هیچ سازمان بین المللی حقوق بشری گزارش تحقیقی در زمینه این کشتار منتشر نکرده بود و به دلیل اعتباری که سازمان عفو بین الملل در عرصه جهانی و به خصوص نزد نهادهای سازمان ملل داره، این گزارش برای هر اقدامی چه حقوقی و چه شبه حقوقی در حوزه این جنایت بسیار اهمیت داشت. در این حال این گزارش از حیث تنوع و نشون دادن گسترده بودن جنایت کشتار 67 هم به نظر من اهمیت بسیاری داره. همین نکته که در واقع در ده ها زندان در ایران در آن واحد و در یک زمان مشخص جنایت مشابهی اتفاق افتاده بسیار اهمیت داشت که همونطور که شما هم بهش اشاره کردیم و من هم صبح گفتم 23 زندان به طور کامل وقایعش مستند شده در این گزارش. آخرین نکته‌ای که بسیار در مورد این گزارش مهمه تحلیل حقوقی هستش که بعد از بیان مفصل مستندات در انتهای گزارش اومده و به طور مشخص با استناد به قوانین بین‌المللی ثابت می‌کنه که کشتار 67 جنایت علیه بشریت. Du har också nämnt att det är ingen som har kunnat bevisa att det har funnits ett hokum eller fatwa riktade mot vänstergrupperna. I er undersökning av alla de här olika fängelserna, har ni upptäckt att vänstergrupperna har även avrättats utanför Teheran och Gardasht? Alltså även och Gardasht. توی حرفتون گفتین که ثابت نشده که برای اعدام چپگراها طرفداران چپ فتوای حکمی صادر شده باشه. شما که زندانهای مختلف رو در اقصا نقاط کشور پژوهش کردین، بررسی کردین، به این برخورد کردین به موردی که خارج از گوهردشت، خارج از اون محدوده گوهردشت در زندانهای دیگه هواداران چپ رو اعدام کرده باشن، به همچین چیزی برخورد کردین؟ در علاوه بر اوین و گوهردشت، اون اطلاعاتی که در این گزارش هم موجود هست، در گزارش اسرار بخوناغشته نشون میده که در برخی از زندانها زندانیان هوادار یا عضو سازمانهای سیاسی چپ یا سازمانهای سیاسی کرد، اعصاب کردی هم در طی کشتار 67 و با روندی مشابه سایر زندانیان مجاهد اعدام شد. هرچند در این کشتار 67 در مورد زندانیان سیاسی چپ در تمام شهرهای دیگه اتفاق نیفتاده و در واقع در بیشتر شهرهای دیگه ما شاهد این هستیم که تنها زندانیان هوادار سازمان مجاهدین اعدام شدن. یا ها پرزنتیر تیدیگر رژیم انفرماشون در دام پوستوگ ات الا دوم دتس دومار سم utfärdades hade gått upp till högsta ort, det vill säga hade överklagats till högsta domstolen och bekräftats. Har ni i eran utredning hittat någon dödsdom som har överprövats någonstans? من در اطلاعاتی که خود رژیم در اختیار گذاشته بود و منتشر کرده بود، رژیم ادعا کرده بود که این احکام اعدامی که صادر شده، این احکام وقتی صادر شدن به مراجع بالاتر، حتی دیوان عالی کشور رفته این احکام و دیوان عالی کشور تایید کرده این احکام و بعد ما این افراد رو اعدام کردیم. آیا شما در تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام دادین به یه همچین قرینه‌ای، به یه همچین چیزی برخورد کردین که احکامی به دیوان عالی کشور رفته باشه بعد از تایید اعدام کرده باشن کسی رو؟ منظورتون در واقع تصمیم گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در زمان کشتار 67 یا به طور یا det var ju allmänhet att alla de här dödsstraffen som utfärdades med anledning av Khomeinis dekret hade överprövats.
redan i högsta domstolen. دقیقاً ببینین اینجور ادعا شده که تمام اعدام‌هایی که بر اثر حکم خمینی انجام شده اینا همینطوری ما اعدامشون نکردیم. احکام بر اساس حکم خمینی صادر شد، احکام اعتراض شد، پژوهش شد، رفت دیوان عالی کشور، در اونجا تایید شد، ما اینا رو اعدام کردیم. این ادعا که احکام اعدام زندانیان سیاسی در کشتار 67 در یک طی یک پروسه قضایی به دیوان عالی کشور رفته و بعد از تایید اجرا شده یک دروغ محضه. کل روند کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 کاملا خارج از چهارچوب حتی ساختار موجود دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بوده و حتی اگه بپذیریم که این احکام در داخل چارچوب دادگاه انقلاب توسط حکام شهر صادر شده، باز هم بر اساس آیین‌نامه حاکم بر دادگاه های انقلاب در اون زمان احکام دادگاه های انقلاب غیر قابل تجدید نظر و قطعی است. به عبارت دیگه، یعنی حتی اگه بپذیریم که احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رو دادگاه های انقلاب صادر کردن و نه هیئت های مرگ که کاملا خارج از چارچوب ساختارهای دادگاه انقلاب عمل میکردن، باز هم بر اساس قانون حاکم در اون زمان این احکام غیر قابل تجدید نظر و قطعی بودند. Slutligen då, du berättade om att ni hade i din organisation Justice for Iran gjort en första utredning. طبق صحبت هایی کردیم گفتین اولین تحقیقاتی که ما کردیم در چارچوب عدالت برای ایران ما بودیم که تحقیق کردیم. و som jag förstod det du sa så var det folk i stort sett utanför både Iran och Albanien som var de som ni pratade med. و اونطور که من uppfattar. طبق چیزی که من درک کردم شما گفتیم ما با افرادی صحبت کردیم که نه تو ایران بودن نه تو آلبانی بودن. بله، البته من برای اینکه روشن کنم، من نگفتم که ما اولین تحقیقات رو در زمینه کشتار 67 انجام دادیم. پیش از ما و بعد از ما سازمان‌های مختلفی بودن که در زمینه کشتار 67 تحقیق کرده بودن و گزارش‌هاشون رو منتشر کرده بودن. من اشاره کردم که با این همه در مورد کشتار 67 در شهرستان‌ها، در بسیاری از شهرستان‌ها اطلاعات خیلی کمی وجود داشت که به این دلیل ما سعی کردیم که با تحقیقمون این خلأ رو پر کنیم. این مسئله به خصوص در زندان‌های شهرستان‌های کوچک بیشتر مشاهده می‌شد. و همونطور که اشاره کردین، پیش از این که این تحقیق رو در واقع به شکل مشترک با عفو بین‌الملل ادامه بدیم، ما قبل از اون با بیش از 50 زندانی سیاسی سابق و خانواده مصاحبه کرده بودیم که در شهرستان‌های مختلف شاهد کشتار 67 بودن و این افراد در اروپا یا در آمریکای شمالی اقامت داشتن. När kom ni fram till att det fanns folk i Albanien som ni borde höra? کی متوجه شدین که افرادی در آلبانی هستن که میتونه برای شما مصاحبه کردن باشون مورد توجه باشه؟ همونطور که گفتم تمرکز تحقیق ما بر وقایع زندان‌های شهرستان‌ها بود و در سال 67 در بسیاری از شهرستان‌های کوچک بیشتر زندانیان سیاسی آزاد شده بودند و تعداد کمی زندانی در زندان‌ها باقی مونده بودند در زندان‌های شهرستان‌ها که اکثریت قریب به اتفاقشون از هواداران سازمان مجاهدین بودند. فوتال فونگر فانس بو فنگسن ایلانس اورتن و دون فلستا مجاهدین انهنگر المدلمن. و از کسانی که بازمانده کشتار 67 در اون شهرهای کوچک بودن بیشترشون یا در ایران اقامت داشتن هنوز که دسترسی ما به دلایل امنیتی ممکن نبود. اوزن دو فلسته و ویلی وره پو فنگلسن ایلانس اورتن دو بفنس ایران و سکریت اسپکتنا هینده ده اوستو کنتکت دادم یا اینکه در آلبانی اقامت داشتن و در صورت به این دلیل که اطلاعات راجع به اون شهرستان ها رو به دست بیاریم شهادت اونها بسیار مهم بود. Eller vad de befann sig i Albanien och för att komma åt betrouppgifter om landsorten var det viktigt för oss att intervjua dem i Albanien också.
من برای اینکه وضعیت روشن بشه یک مثال میزنم. در زندان زاهدان در زمان کشتار 67 حدود 15 زندانی سیاسی باقی مونده بود. 14 نفر اونها از هواداران مجاهدین و یک نفر از هواداران یکی از سازمان‌های سیاسی چپ بود. از اون 14 نفر 12 نفر اعدام شده بودن و فقط 2 نفر باقی مونده بودن. از اون 2 نفر یک نفر به علاوه اون زندانی سیاسی چپ در ایران اقامت داشت. بنابراین یک نفر باقی میمون که اون یک نفر در آلمانی اقامت داشت. بنابراین در بحث هایی که در مورد تحقیق با سازمان عفو بین الملل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بدون مصاحبه کردن با جان به در بردگان کشتار 67 که در آلبانی هستن امکان ارائه یک تصویر درست و دقیق از وقایع زندان های شهرستان وجود نداره. بنابراین مبنای در واقع تصمیم گیری در مورد انجام مصاحبه های تحقیق در آلبانی چنین ضرورت و چنین واقعیتی بود. Om jag får bryta in för att jag vet att vi har kort om tid. Kan du säga hur många av dem som var i Albanien intervjuade ni? ببین وقتمون کمه و هفتونم الان قطع میکنم. بگین یه عدد بدین چند نفر از آلبانی رو مصاحبه کردین شما؟ عدد دقیق الان یادم نیست، میتونم نگاه کنم، ولی بیش از 50 نفر از جان به در بردگان و خانواده های قربانیان در شهرهای مختلف. Hur kom ni fram till vilka ni skulle intervjua؟ از کجا فهمیدین که با این باید مصاحبه کنیم با اون نباید مصاحبه کنیم؟ مصاحبه کننده ها رو چجوری انتخاب کردین؟ لیستی از مصاحبه شوندگان رو من شخصا خودم تهیه کردم، یعنی مصاحبه شوندگان اتفاق بلقوه رو من خودم تهیه کرده بودم بر اساس یک مجموعه برنامه‌ای که در سال قبل از اون یا 2 سال قبل از اون از تلویزیون مجاهدین پخش شده بود و در اون با کنار پرسیز یا یوده استلده اپ این لیستا آف پوتنسیل intervjuare personer som ska intervjuas och varifrån de kommer mina uppgifter ett år eller ett par år tidigare hade jag lyssnat eller sett Mujahedins sändningar, tv-sändningar och därifrån kom fram uppgifter om personer, potentiella vittnen. Och då när du och andra åkte till Albanien kunde ni bara kontakta Folkets Mujahedin och säga att vi skulle gärna vilja träffa de här personerna? اون وقتی که شما دیگه جمع جور کردین و رفتین آلبانی، رفتین اونجا گفتین به مجاهدین، گفتین که ما میخوایم با سری از افراد مصاحبه کنیم، چجوری اقدام کردین، چجوری عمل کردین اونجا؟ سازمان عفو بین‌الملل با روابط عمومی سازمان مجاهدین تماس گرفت و بهشون اعلام کرد که ما یک فهرستی داریم از شاهدان بالقوه که مایل هستیم با اونها. پرسیز امنستی اینترنشنال هده کنتکت می Mujahedin Khalks PR-kontor i Albanien och berättade för dem att vi har en lista på potentiella personer som skulle kunna intervjuas. ببخشید من فکر میکنم که در ترجمه اشتباه شد. با روابط عمومی سازمان مجاهدین در مقر روابط عمومی سازمان مجاهدین در مقر، به خاطر اینکه مقر سازمان عفو بین‌الملل در لندن هستش، در لندن تماس گرفته. اون تولکن ساعت امنستی اینترنشنال هار کانتاکت پی ار مجاهدین پی ار کنتور ای البانین و ده فیل دیرس پی ار کنتور لوگ ای لندن و در نهایت در اکتبر 2017 به سازمان عفو بین‌الملل اطلاع داده شد که امکان انجام این مصاحبه وجود داره. اوکی، و سن نی فیک ترافر دوم نی ویل و نی هول اینترویو پو پرسیز سام استت سم نی هاد یوت می فوک ای اروپا ای دستن اف اروپا. وقتی که رفتین اونجا از اونایی که تو آلبانی هستن می‌خواستین مصاحبه کنین، درست روششو نحوه انجام مصاحبه درست مثل افرادی بود که با اروپا تو اروپا بودن انجام دادین یا متفاوت بود؟ نحوه انجام مصاحبه مثل همه مصاحبه هایی که سازمان های حقوق بشری انجام میدن بر اساس پروتکل استانبول که یک پروتکلی هست که مورد تایید سازمان ملل هست صورت انجام شد و همینطور سایر اصول مربوط به تحقیق های حقوق بشری به طور کامل در تمامی مصاحبه های این تحقیق چه در تیرانا و چه در شهرهای کشورهای دیگه در اروپا رعایت شد.
تنها تفاوت این بود که در مورد مصاحبه‌هایی که در اروپا و آمریکای شمالی انجام شد، ما معمولاً در منزل شخصی که می‌خواستیم باهاش مصاحبه کنیم حضور پیدا می‌کردیم، اما در مصاحبه‌های در تیرانا تمامی مصاحبه‌ها در یک اتاق در بسته در هتل محل اقامت ما یا در یک رستوران در پشت درهای بسته در نزدیکی هتل محل اقامت ما انجام شد. در تمامی این مصاحبه ها که برای این تحقیق استفاده شده، محققان با شخص مصاحبه شونده در اتاق تنها بودند. بنابراین در مصاحبه های تیرانا هم ما همواره تنها و بدون حضور هیچ یک از مسئولان سازمان مجاهدین مصاحبه رو انجام دادیم. تمامی مصاحبه فیلم برداری شده و فیلم هاش موجوده و در مواردی هم به هیئت دادستانی بر اساس درخواستشون ارائه شده. مرسی، من دیگه سوالی ندارم. هی شادی، یه ها نورا کورتا فروگه تی دی دی گیتا. شادی سلام، گیتا هستم. یه چند تا سوال کوتاه دارم. شادی، دو تا اسم آوردی که تو مرحله اول در لیست A وجود داشتش، som du benämnde med Saher Jam. Vad sa du? Saher Jam. Saher Jam. Och vill jag bara fråga dig, är det samma person som heter Majid Saher Jam Atabaki? In hamun shakhsi kismish hast Majid Saher Jam Atabaki? Ja, det är det. Och då kan jag för rättens ledamöter och övriga säga att det är då min klient som finns under vår lista B nummer 18. برای بقیه دادگان میگم که این موکل منه تو لیست B شماره 18. Och sen när det gäller mina andra frågeställningar har du i princip redan svarat på den när Kenneth Lewis ställde sina frågor, men jag vill ändå förtydliga lite. سوال دوم من البته پاسخ دادی بهش وقتی کنت سوال پرسید، ولی برای اینکه قسمتش واضح تر بشه. Och som vi känner till så var det ju två typer av grupper som avrättades i Guardasht. Dels Mujahedin-anhängare respektive vänsteranhängare. اونجور که ما میدونیم دو گروه از افراد اعدام شدن در گوهردشت. یک گروهشون مجاهدینه، گروه دومش چپگراها. Och du uttryckte dig så här på fråga från advokat Lewis att alla avrättningar har skett utanför rådande lagstiftning. På injury jawab dadi be sal Kenneth ine ke tamam in edam ha kharij az charchub qanun bude. Är det då korrekt att påstå att det saknas laglig grund för de här avrättningarna enligt iransk rätt vid den här tidpunkten? Är det dost ke begim da as shart قانونی وجود نداشته واسه اعدام کردن این افراد طبق قانونی که اون موقع صدق میکرده در ایران، درسته؟ بله دقیقا درسته. همونطور که توضیح دادم در زمان کشتار 67 قوانین مربوط به دادسراها و دادگاه های انقلاب حاکم بوده. این قوانین بسیار بسیار با اون چیزی که از ما از قوانین محاکمه منصفانه یا مبتنی بر حقوق متهم میشناسیم فاصله داره. اما با این همه حتی بر اساس اون قوانین هم روندی که در اون قوانین مربوط به دادگاه ها و دادسراهای انقلاب بوده در مورد کشتار 67 نقض شده و اتفاق نیفتاده. برای اینکه روشن کنم، اگر شخصی چه در این مورد چه زندانی سیاسی چپ چه زندانی سیاسی هوادار مجاهدین قرار بوده که در اون روند محاکمه میشد، باید ابتدا توسط دادسرای انقلاب و در دادسرای انقلاب توسط بازپرس مورد بازپرسی قرار می گرفت و اتهامش بهش تفهیم می شد. به طور مشخص بهش گفته می شد که اتهام تو در این پرونده چیست و بعد پس از در واقع دفاع اون از خودش در مورد این اتهام، دادسرا باید علیهش کیفرخواست صادر می کرد. بعد بر اساس اون کیفرخواست در دادگاه انقلاب اون شخص باید محاکمه می شد و یک حاکم شرع اون رو باید به مجازات محکوم می‌کرد. خب این یک روند عادی و عمومی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب در اون زمان بر اساس قوانین اون زمان بود. در مورد کشتار 67 چه در مورد زندانیان سیاسی چپ و چه در مورد زندانیان سیاسی مجاهد هیچ یک از این روند اتفاق نیفتاده. و به همین دلیله که من اعتقاد دارم که فتوا
و همینطور هیئت‌های مرک که مسئول تصمیم گیری در مورد سرنوشت زندانیان و اجرای فتوا بودن خارج از چهارچوب عادی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اتفاق افتاده و به همین دلیل حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی در اون زمان کاملا خلاف قانون بوده. تاک سو میکه دو هار اینتو یانو میر فروگه برسی دیگه سوال ندارم. آسو گرو دو شادی توماس سودکویست هتی یا ار این اف حمید نوریس فشواره شادی توماس سودکویست اسم من یکی از وکلای مدافع حمید هستم. و مین فروگه تی دی är om din organisation eller Amnesty har kunnat gräva eller göra någon slags efterforskningar på de här platserna i Iran. Taleman är stå inne. Aja, guru har kodet shoma, sazman shoma, ja sazman Amnesty. Rafti in inna rå bäckan i napsa qabr bokan inna rå yani bäckan an to khak bevinan chizi pejda mikonan to Iran. Hamtor ke goftin در واقع در این دو گزارش و به خصوص اگه غیر از این دو گزارش به یک وبسایتی که سازمان عدالت برای ایران در مورد گروه‌های جمعی درست کرده که اسمش هست خاک رنج یا به انگلیسی painscapes.com چی خاک رنج؟ خاک رنج بله. خاک رنج اگه به اون وبسایت مراجعه بشه روی نقشه ایران مکانهای احتمالی گورهای جمعی با رنگهای مختلفی مشخص شده. 30 مکان در روی اون نقشه مشخص شدن به عنوان مکانهایی که به احتمال زیاد در اونها گور جمعی وجود دارن و بقیه مکانها که شامل ده ها مکان دیگه هستن مکانهایی هستن که بر این باور خانواده ها هستن که در اونها گور جمعی هستن. همونطور که ما در روش تحقیقمون توضیح دادیم اون 30 مکان مکانهایی هستن که شاهدان عینی با چشم خودشون وجود پیکرهای جانباختگان رو در اون مکانها دیدن. Som vi har berättat på de här 30 platsen där finns det ögonvittne som säger att de har sett alltså kroppar just under jorden där. Och Shadi, lite bara ofin att avbryta, men jag tror inte att jag riktigt får svar på frågan. Ja, det är nämligen som att du kan väl jobba på salen i midi då. Frågan var om Amnesty eller din organisation hade grävt eller gjort efterforskningar på plats. Jag kan din som har en kakar och gablar och kan din kebibin din hast. Jag har skjutit gruva skjutton. یا گروه امنیستی. متاسفانه جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ گروه مستقل حقوق بشری اجازه نداده حتی نزدیک مکانهای گروه‌های جمعی. تیبر تیلوتر اینت دن اسلامیسکا رپوبلیکن ات نوگون ارگانیساشون آلسو شلوستندگ ارگانیساشون سکل کما få det här tillåtelsen överhuvudtaget eller komma ens i närheten av de platserna. Jag menar att skriva när man inte ens får närma sig så kan man tänka sig att det kommer absolut inte ha fått tillåtelse att gräva de här gravarna och komma och visa bevisningen som ligger där. Okej, tack. Merci. Sen berättade du om att man filmade de här intervjuerna som genomfördes 2015 och 2017. Vad tog ofta i filmbärdari kärden i Mosahaba och där sade att 2015 och 2017 bodde? Och min fråga är, filmade ni även förhöret med Sahebjam? Sahebjam? Sahebjam. Okej, Mosahaba är en shakhs Sahebjam Roham. Filmbärdari kärdin? Palle. Ja. Okej. Okay. Och sen på slutet så att ni filmade också. Ni var i Albanien och intervjuade Mujahedin. Shoma albani budin ba afrad mujahedin musahabe mikardin. Durust? Och jag tyckte du sa att de intervjuerna filmades också. Ofti unhar och han filmbärdari kärdin. Palle. Ja. Och sen tyckte jag så att ni hade lämnat över de filmerna till polisen. Ofti ni filmar och dadin be polis. هر فیلمی که پلیس درخواست کرده بود ما بهشون دادیم. من به طور مشخص یادم نمیاد فیلم مصاحبه آقای صاحب جمع رو هم دادیم. اصلا